اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن نورانی بگرداند، نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلواتی عنایت کنید. بنا شد بحث امسال ما در تفسیر سوره مبارکه احزاب باشد. این سوره‌ای که مشتمل بر 73 آیه است و بعد از جنگ احد در مدینه نازل شده. دیروز عرض کردیم به دنبال شکست ظاهری که تو احد پیش آمد و مسلمونا 70 شهید دادن، علی ظاهر کفار خودشونو پیروز دیدن، به خودشون اجازه دادن این جسارت رو بکنن، بیان خدمت پیغمبر و یه پیشنهادی بدن. عرض کردن به ما امان میدید حرفمونو بزنیم؟ پیغمبر بهشون امان داد. گفتن یا رسول الله، ما پیشنهادمون این است که دیگه دست از سر بتای ما بردار، بلکه از بتای ما تعریفم بکن، بگو اینا شفاعت میکنن، اینها حق وساطت دارن، ما هم دیگه با تو کاری نداریم، دیگه جنگ علیهت نمی کنیم، دیگه لشکرکشی نمی کنیم. دو طرفه، یه مقداری شما عقب بشین، یه مقداری هم ما عقب می نشینیم، که در واقع این رابطه مقداری رابطه به قول خودشون صمیمی بشه. پیغمبر وقتی این پیشنهاد بهشون شد، این آیه اول و دوم سوره احزاب نازل شد و 4 دستور به پیغمبر داد، که این 4 دستور رو من امروز معنا می کنم، که معنای این 4 دستور این است که پیغمبر ابدا نبادا سستی کنی، از اصول و مبانی عقب بنشینی. بتو که نمیشه به رسمیت شناخت. اگه معنای کوتاه اومدن اینه که ما بگیم بت رسمیت داره، حق شفاعت داره، این فدا کردنه، این کوتاه اومدن نیست، این مداهنه. اسم این هست مداهنه، ملاینه، تسامح در اصول. اینو نباید داشته باشی، مواظب باش. هرگز نسبت به دین، اصول، مبانی، حدود ما حق عقب نشینی نداریم. چرا حالا یه کسی نمیتونه ایستاده نماز بخونه، نشسته بخونه؟ این خوبه، مدارا میکنه اسلام. خدا میفرماید جهاد از مریض برداشته شده، روزه از مسافر برداشته شده، اینا اسمش مداراست. یه خانومی بد حجابه، قشنگ باش صحبت کن، اصولی باش صحبت کن، در دفع منکر خشن نباشیم،
مردم رو خوب دعوت کنیم به معروف، اینا رو میگن مدارا. اما حالا اگر یه کسی بیاد بگه نه این راه رمضون رو 15 روزش میکنیم که شما اذیت نشید، یا آقای پیدا بشه بگه 15 روزشو میزنیم، این که نمیشه، این میشه همون مداهنه، سستی. ودو لو تدهن و یدفیدهنون. آخه آمدن یه عده خدمت پیغمبر گفتن ما مسلمان میشیم ولی به شرط اینکه نماز نخونیم. شما این بالاخره سایر واجبات تو اسلام هر روزی نیست، خمس سالی یه باره، مکه عمر یه باره، حج واجب یه بار تو عمره، ما رمضان سالی یه باره، زکات یه مبلغ خاصی داره، اما نماز رو هر روز باید صبح، ظهر، شب، مغرب، عشا. گفتن این یکی سخته، اینو از ما حذفش کن. پیغمبر فرمود لا خیر فی دین لا صلاة فی، دینی که نماز توش نباشه دیگه دین نیست که نمیشه. ببینید من یه مثال ساده بزنم، شما یه وقت یه بنایی دعوت میکنی خونتو بسازه، بهش میگی من ندارم، با ما بیا مدارا کن، میگه باشه من میتونم کاشی درجه یک بخرم مثلا متر انقدر، ولی برای شما کاشی درجه سه میخرم، فرقی هم نمیکنه کاشی کاشی، حالا اون دوتا خط داره، دوتا زدگی داره، لطمه ای به خونت وارد نمیشه. من میتونم کابینت تو رو مثلا با 10 میلیون تمومش کنم، میتونم با 2 میلیون، اینو برای 2 میلیون میزنم، میتونم کف ساختمون تو گرانترین سرامیک بزنم، میتونم موزاییک بزنم، با موزاییکم حل میشه. این آقا میاد تو خونش به خانومش بگه حالا ما اگر فرش گران نداشتیم موکت انداختیم، لوستر نداشتیم لوستر نزدیم، آقا یه لامپ کاری نداره، بالاخره یواش یواش اینا حل میشه. اما نمیشه یه کسی به بنا بگه که یه ستون این خونه رو کم بذار، ما نداریم. یا شما بیا و مثلا فرض کنید که اینجا این شناژبندی رو، این سیمانش رو کم بذار، یا اینجا قیروگونی نکنین پشت بام رو، این ساخت، این اسمش یانته، این اسمش عقب نشینی است، این اسمش در واقع لطمه زدن به مبانی است. دیروز گفتم مدارا اینه که آدم با روش خوب، رفاقت، دوستی دین رو تشویق کنه. خود پیغمبرم هم همینطور بود. اما مداهنه اینه که آدم از اصول و مبانی کنار بیاد، به یکی بگه اب نداره، حالا شما مسلمان شو نماز بخون، روزه بگیر، حالا شرابم خوردی اب نداره، از کجا میبخشی یه کیسه خلیفه، شما چه کاره ای؟ حالا شما اگر مواتم بیرون بود اشکال نداره، به چه دلیلی؟ شما از کجا داری از حجاب کم میذاری؟ این پیام این آیه اینه، دقت بفرمایید. اولین آیه سوره احزاب عرض کردم خدا به پیغمبر 4 دستور داده، بعد از آنی که مشرکین به ایشون گفتن شما کوتا بیا، پشت سر بتای ما، جلو بتای ما حرف نزن، و قل لها شفاعه، بگو این بتا همچین بیخاصیت نیستن، شفاعت دارن، شفاعت میکنن. و پیغمبر اگه این حرفو بزنه که یه چیزی تا اسلام نمیمونه، اصول و مبانی قابل عقب نشینی نیست. آقایان عزیز، خواهران گرامی، دستورای 4 که خدا به پیغمبر داد این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، ایها النبی اتق. پس پیغمبرم به موعظه نیاز داره، خدا پیغمبر رو اینجا اول موعظه کرد، به ماها میگه اتق الله، تقوا داشته باشید، یا ایها الذین آمنو اتق الله. اما اینجا اتق الله نیست، اتق الله است، مفرده، خطاب به پیغمبره، پیغمبر تقوا داشته باش، خدا ترس باش، قدرت حفظ و کنترل داشته باش. تقوا پلیس درونی است، تقوا قدرت خیشتنداری است، تقوا سیانت نفس، تقوا مدیریت ترک گناه. اگه یک کسی انقدر به خودش جرأت و اراده قویی داشت که بتونه صف وایس نگاه نکنه به نامحرم، دروغ نگه، غیبت، اینو میگن تقوا. تقوا بازدارنده است، تقوا مانعه.
البته خدا تو قرآن دو جور راجع به تقوا صحبت کرده. یه جا میفرماید اتقوا الله حق تقاته، انتهای تقوا رو داشته باشید دیگه، آخر آخر تقوا اینه که آدم هیچی گناه نکنه، هیچی فکر زشت نکنه، هیچی معصیت نکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی میفرماید، البته این روایت هم هست، خب یه خورده سخت شد برای آب. شما به دانش آموز بگی برو مدرسه معدل 20 مشکله، برو دانشگاه رتبه اول، برو عرض میکنم مثلا شما نمره آخرین نمره، خب ممکنه یک کسی نتونه 20 بیاره، نتونه رتبه اول بیاره. روایت داریم که علامه طباطبایی تو المیزان آورده که خدا تخفیف داد، فرمود اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید تقوا داشته باشید. باشه آدم 80% هم گناه نکنه خوبه، 70% هم گناه نکنه خوبه، اگه 100% نکنه به این میگن حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، برید رو نمره 20. اما اگه نشد اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید. برادران عزیز، خواهران گرامی، میدونید یکی از اهداف روزم همین تقواست دیگه. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا خیلی مهمه. من دو تا کد بهتون بدم، دو تا آدرس که ببینید تقوا چقدر مهمه. یک، تو زیارت، تو دعای ندبه چی میگید؟ میگید امام زمان وقتی بیاد چجوری جامعه رو جمع میکنه، چجوری مردم رو متحد میکنه، چجوری جلو فساد رو میگیره، چه کار میکنه که تو جامعه امام زمان مردم عدالت رو رعایت کنن، مردم معصیت نکنن، مردم دور گناه نرن. این تو دعای ندبه است، همه تون حفظید. اینه جامع الکلمت علی تقوا، نمیگید اینه جامع الکلمت علی تقوا. آقایی که همه رو محور تقوا جمع میکنی، تقوای مردم رو تقویت میکنی که مردم گناه نمیکنن. والا به زور که فایده نداره، حالا شما تو خیابونم جلوی که گرفتی مثلا به خاطر شما موشو نذاش بیرون به خاطر شما، اما کاری کن تو خلوتم گناه نکنه، کاری کن قدرت ترک گناه بش بدی. اینه جامع الکلمت علی التقوا. این یک. دوم که روایت عجیبی است، رسول خدا فرمود نگید ما مسلمونیم، نگید ما اولیاء رسول خداییم، نگویید ما محب پیغمبریم، این کافی نیست. فرمود ولی ما، دوست ما، پیرو ما کسیه که تقوا داشته باشه. ببینید لا تقولوا ان محمدا صلی الله علیه و آله منا، نگید پیغمبر از ماست، کافی نیست. لا تقولوا، اسلام اسمی فایده نداره، نگید پیغمبر از ماست. فوالله آقایان، خواهران، جوونا، قسم جلاله خورده پیغمبر، فوالله ما اولیای منکم، ما با هیچ که ارتباطی نداریم، اولیای ما، دوستان ما نیستند، الا المتقین، و ما والله لا اولیای مننا ولا من غیرکم الا المتقین. بله، مگه خدا تو قرآن نمیگه انما یتقبل الله من المتقین؟ من یه فرصتی شد تو قرآن بعضی آیاتو جمع‌آوری کردم، حالا نمیخوام بخونم همشو. تمام کارهای خیر خدا وقتی تو قرآن اسم میبره قبلش یا بعدش میگه تقوا، یعنی اون قدرت بازدارندگی، اون خیشتنداری، ترک گناه. ببینید صبر،
انتصبرو و تتقو، صبر و تقوا. دو، احسان، انتحسنو و تتقو. سه، اصلاحات، انتصلحو و تتقو. مسجد ساختن، لمسجد اسس علی تقوا، مسجد باید بر اساس تقوا باشه. در یک کلمه خدا میفرماید همه مردم جهنم رو میبینن. ائمه ما این آیه رو که میخوندن گریه میکرد. امام مجتبی دیدن چند تا جوون روز عید فطر دارن شوخی های ناپسند میکنن، فرمودن اون آیه رو بلدید که خدا میگه همه وارد جهنم میشن، حتی مؤمنا، حتی آدم خوبا. بهشت رو همه نمیبینن ولی از جهنم همه عبور میکنن. گفتن بله آقا، آیهشو بلدیم. ان منکم الا واردها، همه شما رو ورود میدن به جهنم، منتها برای مؤمن سرد میشه و ازش عبور میکنه. دقت کنید چی عرض میکنم. قرآن میفرماید کسایی که میان محشر همه جهنم رو میبینن، یک گروه فقط نجات پیدا میکنن. ثم ننج الذین تقوا، کسایی که تقوا داشته باشن. خیلی مواظب، چرا به خطیب جمعه میگن تو هر دو خطبه بگو اتقوا الله؟ چرا این همه امیرالمومنین تو نهج البلاغه قوغا کرده راجع به تقوا؟ تقوا چجوری به دست میاد؟ با اراده، با عزم، با خیشتنداری، با مراقبت، با تعهد. یه جمله دیگه بگم، اینم خوب گوش بدید، مهمه، بعد برم سراغ مطلب دوم. آقایان، خواهران، تقوا اقسامی داره. من 5-6 قسمشو اینجا نوشتم براتون میگم. فکر نکنید تقوا یعنی فقط گناه مثلا دروغ نگفتن و غیبت نکردن. خوب دقت کنید اقسام تقوا رو من براتون بگم. 1، تقوای مالی. مگه ما تقوای اقتصادی هم داریم؟ بله. قرآن میفرماید اتقوا الله وذروا وذروا ما بقی من الربا. تقوا داشته باشید، ربا نخورید. پس کسی که میخواد پرهیز از ربا کنه و لقمه حرام، باید تقوا داشته باشه. اتقوا الله، تقوا داشته باشید، اون وقت از ربا پرهیز کنید. اینو میگیم تقوای مالی. تقوای مالی اینه که مؤمن مال حرام نخوره، سهم خمس تو زندگیش نباشه، ربا تو زندگیش نباشه، رشوه تو زندگیش نباشه. اینا همش از بی تقوایی است. تقوا اگر کسی داشته باشه، حقوق رو نمیگیره، اختلاس رو نمیکنه، کم کار نمیگذاره. این 1، تقوای مالی. 2، تقوای گفتاری. من میخوام الان حرف بزنم. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این حرف تو بحث‌های سیاسی خیلی مهمه. مردم تقوا داشته باشید، درست حرف بزنید. آی خونه فلانی انقدر میارزه، آی زندگی فلانی. اینا حرفایی که فردا قیامت یکی یکیشو باید جواب بدید. گفت یکی از علما رد میشد، دید یه دو نفر نشستن، دو تا جوان دارن، حالا اسم اون عالم من نمیبرم دیگه، این مال گذشته است، خدا رحمتش کنه، دارن صحبت میکنن، دارن حرف میزنن با هم دیگه. میگن بله، این آقا خانومش از مچ تا ساق علنگو داره، طلا داره. ایشون اومد سلام کرد و گفت شما تا حالا حمام زنانه رفتید؟ آقا این حرفات چیه، ما حمام زنانه نرفتیم که. گفت میخوام ببینم دختر من با حجاب، با چادر، با مقنعه، نامحرم گوشه چشمشو نه، شما از کجا دیدید که از مچ تا ساق او بره؟ خیلی حرفی که شما میدونید، کسی باید دست باز این خانومو دیده باشه. آقا ما شنیدی میگن. اینا خیلی مهمه، آبروی مردم، عرض مردم، مخصوصا تو مسائل سیاسی. این جور حرمت شکنی
اونم گاهی از افرادی که حضور ندارن توی مجموعه ها پاسخ بدن. تقوای گفتاری اینه حرفی که میزنی سنگین کن، سبک کن، اینا خیلی مسئولیت داره، گاهی نمیشه از طرف رضایت گرفت. این دوتا تقوای گفتاری. سه، تقوای خانوادگی. حالا دیدید تقوا چقدر اقسام داره؟ فقط تقوا توی ترک گناهای بزرگ نیست، نه. فرمود، قرآن میفرماید امسک علیک زوجک و تق الله، نسبت به خانوادت هم تقوا داشته باش. بی خودی طلاق نده، بی خودی ایراد نگیر، دختر مردم رو آزار نده. زنداری هم تقوا میخواد. اگه کسی تو زنداری تقوا داشته باشه، سوء زن سرش نمیورزه. بعضیا اینطورن متاسفانه، الان بدگمانن، خانواده هاشون میان پیش ما گله میکنن. بعضیا نسبت به خانواده ها بی انصافی میکنن، جوانی این خانواده، قالیبافی این خانواده، سختی و مستعجری این خانواده رو با خودشون فراموش میکنن. حالا یه خورده وضعشون بهتر شده، دیگه این خانومو تحویل نمیگیرن. اینا بی تقواییه. ببینید، تقوای در خانواده. چهارم، قرآن میفرماید تقوای قضایی. میخوای یه نظری بدی، قاضی محترم، میخوای حکم کنی. یکی از مهمترین مراکز تقوا دادگاست. قرآن میفرماید اعدلو، قضات، مردم تقوا داشته باشید. هو اقرب للتقوا. یه وقتی این قصه رو من عرض کنم براتون، آدرسش هم میدم ببینید، سوره نساء آیه 135. یک مسلمانی تو مدینه دزدی کرد، یه زرهی رو دزدید و گذاشت داخل یک کیسه آردی. اینو برای اینکه لونره، اومد در خونه یهودی در زد، گفت من یه امانتی دارم، برای ما نگه میداری؟ بنده خدا یهودی هم از همه جا بیخبر گفت باش. این گونی رو گرفت، کیسه رو گرفت، گذاشت تو منزلش، امانت دیگه. اتفاقا لو رفت، فهمیدن که این مال دزدی تو خونه این یهودیه، اومدن این یهودی رو گرفتن آوردن خدمت پیغمبر. پیغمبر گرامی اسلام پرسیدن این مال پیش شما چه؟ گفت یا رسول الله، یه مسلمان اینو آورد پیش من، من از جای خبر. مسلمانو خواستن، اولش انکار کرد، بعد بالاخره ثابت شد که این مسلمان سرقت کرده. حالا بحثم اینجاست، یه تعدادی از مسلمونا به پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله، درست مسلمون دزدیده، ولی مال تو خونه یهودی پیدا شده، شما یهودیه رو محکومش کنید، بگید یهودی مقصره. کسی هم که رو حرف شما حرف نمیزنه، یه یهودی زمین بخوره خوبه یا یه مسلمون؟ آبروی یهودی، بعضی صورت مسئله هم درست میکنن، همچین باید حرف میزنن، مثل اینکه این دیگه الان درد دین داره. یا رسول الله، آبروی یک صحابی شما بره بهتره یا یه یهودی؟ ما که با این یهودی هاریم درگیریم، این هم یکی به نفع ما، بذار این حرف رو بزنیم. آیه نازل شد، آیه 135 سوره نساء، آیه رو نگاه کنید، در دفاع از این یهودی یک آیه نازل شد. آیه اینه، قرآن کریم میفرماید پیغمبر، ما تو رو فرستادیم تو بر اساس عدالت حکم کنی. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم. تا اونجایی که قرآن کریم میفرماید پیغمبر، مبادا از خائن حمایت کنی، لا تکن للخائنین خصیما. ببینید اینجا عدالته. باشه، طرف یهودیه، تو مسلمانی. نجاشی شاعر امیرالمومنین بود، شراب خورد تو ماه رمضان، گرفتنش آوردنش خدمت آقا امیرالمومنین، آقا 100 ضربه شلاق براش نوشت، بستگانش اومدن گفتن آقا نزنید، این اگه شلاق بخوره میبره، آبروش میره، دیگه اینجا نمیمانه، کوتا بیایید. فرمود بنی اسرائیل علماشون احکام رو بر مردم معمولی جاری میکردن، از مسئولین بر میداشتن،
یه عالمی یه مسئولی خطا میکرد یه جوری خلاصه میپیچوندنش، اما بدبخت حکم و اجرا میکردن، عذاب برشون نازل شد. ابدا من این کارو نمیکنم. خب نجاشی شلاق خورد، بعدم رفت به معاویه پیوست بپیوندی. غلط است که یه عده‌ای فکر میکنن به هر شرطی باید حامی رو نگه داشت. حمایت کننده باید ارزشی باشه. اگر من از ارزش ها عقب کشیدم و افراد تو صحنه نگه داشتم که این هنر نیست. ما اینجا اومدیم اینو حکم و شلاق رو نزدیم، این شد حامی ما. اینجا این زیادی خورد ازش نگرفتیم، اونجا اون قاچاق کرد کارش نداشتیم، اونجا اون اختلاس کرد. خب معلومه شما هر کسی رو که اینطور برخورد کنی طرفدار شما میشه، اما این طرفداری ارزشی نداره. امیرالمومنین چرا طرفداراش ریختن؟ چون تعارف با کسی نداشت. ابوالاسود دوئلی قاضی امیرالمومنینه، آدم خوبیه، متدینه، عاشق علی است، شد قاضی بصره. البته ما از قضاتمون یه همچین توقعی نداریم. یه وقت فکر نکنید بنده این عرضه که میگم الان توقع هم از قوه قضاییه و دادگاه ها اینه، نه، ولی یه 10 درجه 5 درجه پایین ترش رو توقع داریم. حالا میگم منظورم چیه. آقا حکم قضاوت رو گرفت، اومد بصره و تا اتاقش رو منظم کنه و تا خلاصه کاراش رو آماده کنه و اولین مراجعه بیاد پیشش قضاوت بکنه و اینها، حکم عزلش اومد. آقا امیرالمومنین عزلش کرد، خیلی ناراحت شد. آخه یک کسی که اینجا مسئول میشه بالاخره آبروی کسب میکنه، فورا از بصره حرکت کرد، اومد کوفه خدمت امیرالمومنین، گفت آقا جانم به فدای شما، شما که میدونی من عاشق شما، هر چی بگی میگم چشم، ولی به من بگو جرم من چی بوده منو عزل کردی؟ من که تازه نصب شدم، چه کردم؟ فرمود بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین. مأمورا، نیروهایی که حضرت داشت، نیروهای اطلاعاتی ما، به من خبر دادن تو سر ارباب رجوع داد میزنی، صدا تو از صدای ارباب رجوع میاری بالاتر، تو به درد قضاوت نمیخوری. آقا عزلش کرد. عرض کردم ما همچین توقعی از قضاتمون نداریم، اب نداره. حالا بالاخره این امیرالمومنین است و اونم قاضی حضرت، ولی مواظب باشید وکلا، قضات، پرونده های قضایی، رعایت حدود، رعایت تقوا. اگر تقوا باشد مردم خطای مالی نمی کنن، آیشو خونده. اگر تقوا باشد گفتار ناپسند ندارن، آیشو خونده. بم، اگر تقوا باشد تو خانواده حرف بی ربط نمی زنه مرد، زنشو آزار نمیده، بهانه جویی نمیکنه. چهارم، اگر تقوا باشه دادگاه های ما، عرض میکنم مراکز قضایی ما، عدالت رو رعایت میکنن. پنجم، تقوای سیاسی. تقوای سیاسی اینه آدم از کسانی تبعیت کنه که صلاحیت دارن. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. اصلا ما کار با قدیر و سقیفه و جانشینی امیرالمومنین نداریم. آدم عاقل موسی بن جعفر رو رها میکنه میره سراغ هارون الرشید. آدم با تقوا امام سجاد رو رها میکنه میره سراغ یزید. امام حسین رو رها میکنه میره سراغ شرابخور. امیرالمومنین رو رها میکنه میره سراغ دیگران. این اگه که خیلی این آیه مهم است، من اول منبرام غالبا میخونم این آیه رو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. مردم تقوا داشته باشید، اگه تقوا داشته باشید کونو مع الصادقین، وقت دنبال آدمای سالم میرید، نمیذارید موسی بن جعفر زندان باشه و هارون حاکم، نمیذارید امام هادی تبعید باشه و متوکل حاکم. اگه تقوا باشه امروز آل سعود نباید بر دنیا حکومت کنه، یه خورده فکر کنن آل خلیفه نباید حاکم باشه و عالم بزرگوار شیخ عیسی قاسم گوشه تبعید و عزلت باشه، مردم اینطور اذیت بشن. نه، بی تقواییه. تقوای خ...
خانواده. خب بیش از این شما رو تو این بحث معطل نکنم، یک جمله دیگه بگم از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. یه آیه تو قرآن همتون شنیدید، آیه دوم و سوم سوره طلاق. تو روایات هم داریم کسی این آیه رو بخونه، بهش به اصطلاح تمسک کنه، رزقش زیاد میشه، مشکلاتش حل میشه. دیدم بعضی عزیزانم گاهی این آیه رو مینویسن تو مغازه‌شون، تو تاکسیشون نصب میکنن. این حدیث داره که نوشتنش هم وارد شده. این آیه، آیه دو و سوره سه سوره طلاق، که رسول خدا به ابازر فرمود، فرمود ابازر یک آیه تو قرآنه، اگه مردم اینو بگیرن زندگیشون درست میشه، اگه مردم به این تمسک کنن مشکلاتشون حل میشه. یا ابازر لو ان الناس اخذوا به هذه الآیه، اگه مردم این آیه رو بگیرن، نه فقط بخونن، بنویسن یعنی عمل کنن، لکفتهم. آیه همین آیه ایست که همتون حفظید، من یتق الله یجعل له مخرجا. اگه کسی تقوا داشته باشه گیر نمیکنه، تو مسائل سیاسی راه رو پیدا میکنه، تو فتنه ها راه رو پیدا میکنه، تو شبهات راه رو پیدا میکنه. اینه که تو روایت داریم مخرجا من الفتن، مخرجا من الظلم، مخرجا من الشبهات. این مخرج معناش اینه، اگر کسی تقوا و خدا ترسی و خیشتنداری داشت، گناه نکرد، خدای نورانیتی بهش میده، راه رو تشخیص بده. من یتق الله یجعل له مخرجا. روزیش هم دو جور بهش میده، یه روزی که کار میکنه، خب اون که به هر حال کاریشه، حقوق میگیره، کاسبی میکنه. یه روزیایی هم بهش میده که خودش خبر نداره، و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما دو جور روزی داریم، روزی یحتسب، آدم روش حساب کرده، این کارمند میگه این ما 2 میلیون حقوق من، خب این روزی مشخص. یه روزیایی داریم لا یحتسبه، رزقای معنوی، رزقای خاص. تقوا این دوتا رو تو زندگی شما میاره، مخرج و روزی لا یحتسب. مخرج یعنی خروج از فتنه، خروج از شبهات، خروج از سختی ها. انشاءالله خداوند به هممون این صفت ارزشمند رو عنایت بفرماید. از این 4 دستوری که خدا به پیغمبر داده تو سوره احزاب یکیشو گفتیم، یا ایها النبی اتق الله، پیغمبر تقوا داشته باش. 2 ولا تطع الکافرین والمنافق، از کافر و منافق هم اطاعت نکن، ول کن. دشمن دشمنه، منافق منافقه. سادن اون کسایی که دشمن و دوست میپندارن. قرآن میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. چرا؟ ممکن انسان با دشمن سر میز مذاکره بنشینه، عیب نداره، قوانین اجازه بده، ضوابط اجازه بده. پیغمبر اکرم با مشرکین تو حدیبیه نشست سر میز مذاکره کرد، عیب نداره. اما بدونید هیچ وقت دشمن دلش به حال شما نمیسوزه. دشمن میخواد سر به تن شما نباشه، دشمن میخواد این کشور نباشه، میخواد اسلام نباشه. شما فکر کردید دشمن این آقا رو قبول داره، اون یکی رو قبول نداره؟ نه، دشمن دشمنه. ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. خب بقیه این آیه انشاءالله باشد برای روزهای آینده. خدایا هممون رو به نور قرآن نورانی بگردان، دلهای ما رو با قرآن آشنا